گایز های یو دون اصلا سوگنگ به این ویدیو خیلی خوش اومدید. ببینید اومدین با چه کانتنتی. اوف ماچ به تک تک تونا تیکا. برای کسی که نمیدونه من یه چنل تلگرام دارم و الان فکر کنم تقریبا توش 20000 نفریم. این چنل رو من سال 2019 زدم ولی اصلا توش فعالیت نکردم. واسه همین لینکش اینجا میاد. من یه چند وقتی داخلش دارم فعالیت میکنم و عرضم به حضورتون که یه دونه لینک ناشناس گذاشتم داخل چنل تلگرام و ازتون خواستم که هر چی دوست دارید بنویسید و بفرستید. به امروز قرار اونا رو ببینیم و با هم دیگه بخونیم و ببینیم چیا فرستادید. آتیشا. فراموش نکنید اگه از این ویدیو خوشتون میاد حتما ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید. چنل خیلی با من کمک کنه. چنل تلگرام رو حتما فالو کنید. قرار با هم دیگه ویدیو بگیریم. اول البته شاید نه واقعا اولی تو واقعا اولین نفری هستی که پیام داد. ببین تعداد پیام ها آخرین باری که در مجموع حساب کردم میشد 2300-400 تا تقریبا. این 2300-400 تا پیام داد و ما قرار فقط 50 تاشو اینجا سری با هم دیگه نگاه کنیم. ولی تو واقعا اولیش بودی. سوگم میشه این آخرین ویدیو غمگینی باشه که درست میکاری؟ من دارم نمیتونم. نه متاسفانه این ویدیوی رازها، این ویدیوی حسرت زندگی های شما. این دوتا رو نگاه کنید. به من چه شما حمایت میکنید، به من چه مریضی دوست دارید قصه بخورید. ولی خدایش من که خودم موقع گرفتنشون واقعا کلی اذیت میشم، هم موقع جمع آوریش هم موقع درست کردنش خیلی واقعا اذیت میشم. ولی باحاله، بعضی وقتا دوست داره آدم یکم احساساتی بشه. مریضیم هممون ولی چیکار کنم، به من ربطی نداره. اما اصلا این کیه؟ معلم پرورشی تونه یا معلم اجتماعی؟ ولی شبیه معلم اجتماعی ما بود. نه معلم جغرافیامون هم شکلی بود. داره معلم اجتماعی ما کی بود؟ اصلا اجتماعی داشتیم؟ اینو برام اکثر فرستاده. بوس تو کله خودت، که صحبت سکسی. چه عکس قشنگی. یه روزی رو ببینم که اینطوری داریم راه میریم با هم دیگه. از سر کارم اومدیم. نه جفتمون دوتا کار مختلف داریم. نه این سناریو میدونی چیه؟ چی گفتم واسه خودم؟ سناریو اینطوریه. تو سر کاری، یعنی دوست دختر من سر کاره، بعد قرار شام یا بعد از ظهر مثلا قراره یه دونه چیز میذاریم که بریم بیرون و بعد کارش با هم بریم یه جا کافی بشینیم، یه کافی بزنیم، نمیدونم شامی بخوریم اینا. این منم میخوای بخوای نمیخوای نه که دارم از کارم که همون یوتیوبه برمیگردم به سمت اونجا. ولش کن چه فانتزی ساخت. نمیتونم بگم چن بس که اینقدر قشنگه، زبونم گرفت اصلا. داشم حداقل یه موضوع میدادی در رابطه با اون بگیم. من گذاشتم آزاد باشه، هر کی هر چی دلش خواست بفرسته بنویسه، هر چی دوست داشتین دورم دیگه باشیم فقط. اینو فرسته گفته این عکس فقط یه صفحه از کتاب زیست دهمه. شب باورت چه، من خودم تجربی بودم و کل زیستو کدوم فصلی تشکیل ادرار و تخلیه آن. چه بحث شیرینی. دقیقا زیست همین شکلی، همش مهمه و من متنفرم از اون کتاب. ولی خوب بود، خدایش زیستو دوست داشتم، بعدم نمیومد زیست. یا 13 گرفتم یا 16. آخرین امتحان نهایی که دادم. کلمات مهم هستن، کلمات میتوانن زخم بزنن، کلمات میتوانن مرهم باشن، کلمات میتوانن آرامش هدیه کنن، کلمات میتوانن. چطور میشه باها در ارتباط بود واسه بیزینس، کار یا هر چیز دیگه که خودت ببینی؟ این آیدی روی صفحه میاد. وای چه آیدی اومد. به این آیدی برای تبلیغات، برای بیزینس یا هر چیز دیگه پیام بدی. من حتما خودم چک میکنم در کنار ادمینم. ایمیل منم هست، میتونید اونجا هم به من ایمیل بزنید اگه خیلی کار واجبی دارید، چون من ایمیلام هم چک میکنم. ولی برای کار بیزینس و این حرفا پیج شخصی خودم، چون خیلی دایرکت زیاد متأسفانه چک نمیتونیم بکنیم، ولی میتونید به پیج تبلیغات هم پیام بدید برای بیزینس و این حرفا. ادمینا چک میکنن، خودم هم در کنارش چک میکنم حتما. دکتر راستی سویان، چون از موهای کوتاه و فرفری خوشت نمیاد چرا چرت و پرت چرا حرف دهن من میذاری الکی؟ ولی خب من با اعتماد به نفس این عکسو واسات فرستادم. بعد اینکه خیلی ویدیوهات قشنگه و همینطور نوع حرف زدنت. بوس بهت، خیلی اتفاقا مدل موهات بد میاد، خیلی هم جذابی. اصلا این حرفو نزن، من یه چی میگم؟ بعد من کی گفتم موی فری دوست ندارم و موی کوتاه دوست ندارم؟ الان پلنگا داداش واقعا دلم برای اتاق بنفش صورتیت رینبو تنگ شده. پس بزن ساق این پیکو تا دیگه نباشه رینبو. شیت، چقدر رینبو سیکس پلی میدادیم پسر؟ دروغ نگم یک هفته پیش بود، دارم تو میپیچم. یک هفته پیش نه، ولی دو هفته پیش رینبو سیکس رو نصب کردم. با منشاد رفتیم یکی دو دست پلی دادیم، حالم به هم خورد. اصلا نمیتونم دیگه، یعنی دیگه واقعا مغزم نمیکشه برای رینبو سیکس. قبلا هم میتونستم پلی بدم ولی الان اصلا نمیتونم پلی بدم گیمو. من چرا نمیتونم این آدم بشینم؟ اصلا نمیتونم الان دیگه اون گیمو پلی بدم. ولی واقعا خیلی دوران خوبی بود و دوران پرایم و دوره اوج من بود، دوره استارت من بود، دوره اوجم نبود. کی می منو بگیری؟ چای ما بخورم میام حتما. های من بعد از 2 سال تونستم از یه پسر خوشم بیاد و تو دیت اول شیفتش شدم. اوه تبریک میگم. ولی خیلی سر شلوغه، یعنی بهونه نمیاره. بهش دیدم صبح تا شب سر کاره، خسته میشه، کم حرف میزنم، بهشم نمیگم ولی از این موضوع گریم میگیره، ناراحت میشم. پیشنهادت چیه؟ به نظرم اون پسر رو رها کن، پی خودش بذار زندگیشو کن. اون الان تایمی برای
مورد رابطه شدن و دوست دختر حرف نداره. شاید بگی الان خودش به من پیام داد، خیلی من خوشش میاد، من خیلی سایزم مناسب، ولی به نظرم بذار یکم زندگیشو بکنه. الان فعلا اینجوری که این داره زندگی میکنه که دقیقاً کپی منه، هیچ تایمی فعلا برای دوست دختر به نظرم نداره. و خودتونو نه تو خودت اذیت کن، نه اونم خودش اذیت کنه. بذار این فعلا یکم به زندگیش برسه، زندگیشو یه جوری استیبل که کرد، ان شاءالله بعدش میتونید تا صبح با هم دیگه زندگی کنید. Are you a guitar? Because I would love to hear the sounds you'll make when I play with you. آتیش دقیقاً با همین لحن. تو گیتاری؟ نه قربون. به خدا که من عاشق اون صداییم که وقتی باهات بازی میکنم از در میاد. جالب بود. الانم فکر میکنم با زبونی هم که فرستادی. جناب ایشون خواننده نیستن، سعید عزت اللهی فوتبالیست بودن. بله، من بعدش فهمیدم چه جوری ریدم. ایشون سعید عزت اللهی فوتبالیست خودمون. ببخشید واقعا عذرخواهی میکنم، واقعا عذرخواهی میکنم، ببخشید. گفتم خیلی آشناسا. اینو که شبیه دوستمه. اوه چه دوست گردی داری. خاک بر سرت کنن، عکس مستحجن منو نذارید. من این عکسو گذاشتم که تتوم معلوم بشه، بگم آقا منم تتو دارم. میخوای بخوای نمیخوای شما هم تتواتون رو بفرستید این حرفا. برام اسکرین شات گرفتی گذاشتی بک‌گراند گوشیت. خاک بر سرم کنن. دستموره بازی نوبت منه. ویدیوهای گیم ترسناک با بچه‌ها زیاد بذار. متاسفانه من کامیونیتی گیم ندارم، یعنی بچه‌هایی که گیم نگاه می‌کنن داخل چنل ما خیلی کمن، خیلی 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 کمن، و واسه همین ما درست نمی‌کنیم دیگه متاسفم. و بدتر گیم ترسناک، ترسناک کلاً بچه‌های ما اصلا نیستن، یعنی ما یه سری از بچه‌ها هستن که خیلی کمن گیم نگاه می‌کنن، همونا اونایی که گیم‌های ترسناک نگاه می‌کنن از اونا کمترن، یعنی اصلا هیچ چیز دیگه، فقط من و تو نگاه می‌کنیم. جات خالی خودم پختم. نون خامه ای پختی؟ من به یکی مثل تو زندگی احتیاج دارم. تو وایف متریالی پدر سگه. چون که اتاقمو دوست دارم تو هم باید ببینیش. او مانسترایی که چیدیو. او این طرح من خیلی هستم، تا صبح هستم. چه اتاق باحالی داری واقعا. نایس نایس. این منم. میخوای بخواید نمیخواید. این کانال یوتیوب زدم و سفت میخوام ویدیو بذارم و الگوم توی قربونت برم. ان شاءالله که موفق میشی. به نظرت میتونم 100% اصلا حرفو نزن. الان یه کوچولو سخته چون یکم محدودیت اینترنت ها به وجود اومد اینا، ولی میتونی. کار نشود ندارد آتیش. اگه درصد پیام خوندی بگو محمد تاکسیک هستم. بچه بریزید محمد تاکسیک رو فالو کنید همین الان تو یوتیوب. همه ویدیوهاتو میبینم، واقعا کار درسته، لذت میبرم، با دوستت دارم آتیش. ان شاءالله یه روز با هم دیگه گیم بزنیم. ببین انقدر جادو میکنم تا مال خودم بشی. والا با همین با همین چوب جادویی دقیقا برا چخه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. سریال معرفی کن ببینیم. سریال خوب، سریال خوبه ای بخوام بهتون معرفی بکنم، How I Met Your Mother بهتون معرفی میکنم. و به نظرم یکی از بهترین سریال هایی بود که تو زندگیم دیدم. بعد از اون Breaking Bad بهتون پیشنهاد میکنم. اگه میخواید بخندید و اینا برید The Boys رو نگاه کنید. The Boys هم سریال باحالیه. او شیت، و یه چیز دیگه، یه بار کامنت های کامنتمو ریپلای زدی و هیچ وقت تو عمرم انقدر خوشحال نشده بودم. من خیلی از کامنت های بچه‌ها رو ریپلای میذارم، همه رو که میخونم، ولی بعضیشون اتفاقا جواب میدم، بعضیشون خیلی باحاله، همون موقع خیلی به اون چیزی که مثلا گذاشتم میخوره، واسه همین خیلی هاشون هم جواب میدم. پس مطمئنم که دفعه بعدی که پست گذاشتم حتما کامنت بذارید تا من جوابتون رو بدم. آتیشا راستشو بگو چقدر عکس قدی گرفتی تو پیام نشناس؟ به خدا قسم نگرفتم. خواستم بگم من این کفش ها رو با جمع کردن پول خودم که خودم درآوردم و فقط 15 سلمه خریدم و خیلی دوستشون دارم. کفش لوی ویتون رو خودت خریدی؟ پشمام. سفارش دادم برام از آلمان آوردن و بدون پول ارسال 3750. فیکه. کفش لوی ویتون 3750 نیست، اونم این پترن این ادیشن نیست. عمرن 3750 میشه چقدر؟ بذار ببینم چقدر؟ ببین تو دسته کردن تو باچت. 75 دلار نیست. تو لوی ویتون فکر نکنم چیزی اصلا 75، بند خالی لوی ویتون، بند کفش لوی ویتون هم 75 دلار نیست. این فیکه. ولی واقعا خیلی دوستش دارم و درآمدم هم از درست کردن فروش فینگر فود و لواشک بود. پشمام که یه عالمه از توش پول درآوردم. مبارکه، باری کلا، باری کلا. اینکه خودت رو پای خودت اونم تو 15 سالگی وایسادی خیلی حرکت باحال و خفنیه. باری کلا، باری کلا. احساس میکنم این قشنگترین گلی که تا الان هدیه گرفتم. دلم میخواد 100 تا عکس ازش بذارم همه جا. وای منم عاشق گلم، ناخوناتم قشنگه، تمیز برات زده، هر کی برات زده. منم گل خیلی دوست دارم و این گل همچین قشنگترین گل نیست ولی قشنگه. مبارکه مبارکه. کجا نشستی؟ پراید یا
نوشته پدر مد نظرم گوش باباش پیام داده گفته گوشیم خاموش شد شارژر کجاست؟ تو اتاق حتما دست من نیست. ساعت چند تشریف میاری؟ کلاسم 10 دقیقه پیش تمومه. پس بیا دیگه اگه اجازه بدید از گلستان دارم میام. زیدمو پیاده کنم میام. مادرشم بیار برای من. یتیمه. خاله عمه اگه اینا هم نداره پدرش بیاره چیکار نداره. بی شخصیت. باشه چه پدر پایه‌ای. یکی از فانتزیام همیشه این بوده که فالوورات رو بیاری تو کلیپ و گپ بزنیم. خدا وکیلی این کارو بکنی من ذوق مرگ میشم. قراره داخل چنل دیسکوردمون همش حرکتی بزنیم. یعنی بگم پاشید بیاید و با هم دیگه ویدیو بگیریم. ولی کی؟ وقت گل نی. اینجور ویدیو گرفتن خیلی طولانیه و خیلی سخته. ولی حتما میگیریم. اگه پایه باشید حتما با هم دیگه اینو میگیریم. مثلا من سری قبل می‌خواستم یه ویدیو چیز بگیرم. عینه که به صورت رندوم به فالووراشون زنگ می‌زنم. و اون خیلیتون دوست نداری تو ویدیو مثلا چهرهتون مشخص بشه. مثلا همین خیلی دردسر داره. منتظرم مدرسه‌ام تموم بشه و برم تتو تو رو روی سینم بزنم. Turn off your feelings. خدایش تتو خیلی باحالیه. من خیلی دوستش دارم. بک‌گراند گوشیمو دیدی آتیش؟ چند ماه اینو گذاشتم ولی هنوز ازش خسته نشدم. عشقی. من بک‌گراند گوشیمو فکر کنم سالی یه بار عوض می‌کنم. اینی که دارید می‌بینید اینجا دیوار خونه منه. اینجا که مبله ادو مبلمو عوض کردم. آره اینجا که مبله بالا سر این دیگه مبل دقیقاً همین شکلیه که قرار عوضش بکنم و بعدش براتون هاوس تور بگیرم. کی وقت گل نه. چرا واتساپ برای خرید کالکشن بها جواب نمیدن؟ چیو دقیقاً می‌خوای سفارش بدی و بخری وقتی هیچی موجود نیست؟ ما همه محصولات بهامون همه سولد شده و یه دونه چیزم نداریم متاسفانه. ولی فالو کنید قراره بعد از خرداد یه کالکشن بدم دهن همتون پارشه. تعریف بود الان دهن همتون پارشه. یه چی بدم ذوق خونت خفن. خودم خیلی برای ذوق دارم. میشه اگه ریل زدی اعلام نکنی آخر ریده میشه توی فانتزی و سناریوهای مغزم. چه فانتزی و سناریوهای توی مغز کثیفت کشیدی؟ بگو. نه بگو ببینم. تو بیا حتما بگو. کپی رایت داره منم توشم. چشم نمیگم. های سوگن حرف خاصی ندارم. نیاز به گفتن نیست. خودت هم میدونی خفنی. ماچ بت آتیش. فقط خواستم از تاتوم واسات بفرستم. چقدر تاتوی گوگولی باحالی داری. شت گیم. خیلی تاتو قشنگه. خیلی تاتو قشنگه. یه ویدیو درباره تاتوهاتون هم قرار با بگیرم. برام فرستید کالک کردم ولی هنوز ویدیوشو نگرفتم. تو واقعا یه شوهر نمونه میشی. به خدا کیه که قدر بدونه. من بویفرند متریال که هیچ. شوهر متریالم. علیرضا تو از دخترهای افغان یا از مردم افغانستان متنفر هستی که هیچ پیام ما رو جواب نمیدی؟ با زبان افغان نوشتم. انشالله که جواب بدی. ما افغان ها تو رو زیاد دوست داریم و همیشه ازت حمایت میکنیم. اگه ویدیو من دنبال کرده باشی میدونی که من گفتم من بهترین دوستام تو ایران بهترین دوستام افغانستانی بودن و ما همه بچهای افغانستان رو دوست داریم و مخلص همشون هم هستیم. ولی خب نمیبینم. اگه پیامی کامنتی ببینم حتما جواب میدم. نمیبینم. تو خودتو نگاه نکن که پیام میدی. بقیه اگه پیام بدن من حتما میبینم و جواب میدم. باورم نمیشه دارم با سوگن حرف میزنم. باور کن. چرا سینگل موندی؟ میگه مجنونم دنبال لیلایم میگردم. سلام سوگنگ دخترم 21 سالمه 7 سال ازدواج کردم. 21 سالته 7 سال ازدواج کردی؟ یعنی 14 ساله دود ازدواج کردی؟ و یه بچه 2 ساله دارم. پشیمونم ازدواج از اینکه آیندم و همه چی تباه کردم برای یه آدم اشتباه. یه کوچولو زود ازدواج کردی که اونم مطمئنن میدونم سر چی بوده چون ما خیلی چیزای مسخره تو ایران داریم. داغونم ولی به خاطر بچه‌ام دارم تحمل میکنم. به خانواده‌ام میگم میگن حق طلاق ندارم. به نظرم که ببین یه جمله میگم میگن که ماهیو هر وقت از آب بگیری تازه است. این هر وقت احساس کردی توی زندگی درازی نیستی و همونجا کویت بدی و بیای بیرون از اون رابطه همون موقع هم اوکیه و اصلا این جور چیزا ملاک نیست که نه چون بچه داری وای فلان. ولی خب چون میگی خانواده هم میگن حق طلاق نداری الان هم میگن خانواده چرا باید هم چه بزه؟ به خاطر اینکه خانواده که بچه‌ش داخل 14 سالگی شوهر میده به قول گفتنی یه خانواده سخیر خیلی بسته یه واژه دیگه براش بلد نیستم قدیمیه. واسه همین یکم این چیزای مسخره وجود داره. ولی امیدوارم که بتونی زودتر اوضاع درست بشه و اونجوری که بخوای بشه. کراش هم رابطه بنفیت میخواد ولی من باکرم. الان میگی من چیکار بگم چیکار کنی؟ کراشو عوض کن. عزازیل ای کتاب منه. سلام عزیز امیدوارم حالت خوب باشه. مرسی از ویدیوهای جذاب و خنده دارت. قربونت برم عزیزم.
مجدی اسی پرطرفدار و ما رو خوشحال میکنه. قربونه تو کتابخونه این کتاب رو دیدم یاد افتادم، کتاب عزازیل یوسف زیدان. این یوسفیه که خیلی دختر بازی میکرده و مثلا همین بهش میگن زیدان، یعنی زیدها، یوسف زیدها. شت دیگه الان هم نگاه میکنم چقدر خفن شد، دخترها دنبالش بودن دیگه. علیزه کی سورپرایز خفن داری برام؟ سه ماه دیگه. آره خفن‌هاش سه ماه دیگه است. مدیر مدرسه‌مون یه پسر همسن تو امروز واسمون پیتزا سفارش داد به مناسبت آخرین روزایی که تو مدرسه کنار همیم. اوکی، با اینکه شرایط و تیپ و قیافه‌ها و حتی پیتزا خیلی شخم بود ولی خاطره باحالی شد. این دیگه گنگ. الان شوخی می‌کنم، این پیک عرقه به خدا. نایس. ولی به نظرم خاطره باحالی. آره خاطره اینجوری خیلی حال میده. خودش خیلی باحاله. دمه اون پسره گرم. ما هممون بچهای خوبی هستیم. نشستن چیپس و چه تناقلاتی هم برای خودتون گذاشتین. این دوغ یا شیر؟ دقیقاً کدوم ویدیوی من داری نگاه میکنی؟ پیامی که داخل اینستاگرام به من دادن دایرکت ها. نایس بچه‌ها اینجوری. ببین اشغال خرج داره، اینا گرونن. سوگنگ سالانه 8.5 میلیارد. من 8.5 میلیارد سالانه درآمدم بود میشستم هنو پا یوتیوب. در سید از کجا دقیقا این از کجا میاری؟ خداییش این از کجا در میاری؟ به جان خودم بذار از حساب کنم، ماهیانه مگه میانگین درآمدم اینقدر باشه، 12 ماه هم داریم میشه اینقدر، ضرب در دلارم الان اینقدره. خیلی حساب کردی. من اینقدر بودم میدونی الان کجا بودم؟ من 8 میلیارد در میوردم با این شلوارک بیستا ویدیو میگرفتم، شلوارکی که تو پامین بود 8.5 میلیارد. پدر سگ سالانه چقدر حساب کرده؟ علیزا نگاه کن چیه این؟ یه چنل تلگرام هست که به اسم منه و تعداد ممبراش از چنل خود من بیشتره ولی به اسم منه اون. و بالاخره سوگنگ زنگ گرفت. آره دوتا هم گرفت. به زنش میگه چقدر زشتی؟ چه نوع تبلیغاتیه؟ ریدم تو اون کانال ایتا. من کی؟ یهو زنش میگه سوگنگ خیلی ریدم تو تبلیغاتتون، دختران لطفا نبینن. برای بار سوم من ریدم به ایتا و روبیکا. علیزه نمیخوای عکس سم رو برداری؟ با قلب من بازی نکن پسر، الان میرم برش میدارم. این دقیقا پروفایل زمانیه که من چنل تلگرامو زدم 2019. چرا ویدیو گیمینگ نمیگیری؟ چون کسی نگاه نمیکنه. قیافه من وقتی میخوام درس بخونم خسته. دقیقاً هممون تا کتاب باز میکردیم قشنگ شبیه سیتریزون دیفنیدرامی میمونه کتاب. یا امام حسین سلام سوگن، این سوالو من از چت جی پی تی پرسیدم و جوابش به چت جی پی تی گفته سوگن کیست. چت جی پی تی یه AI، یه هوش مصنوعیه که بهش هر چی بگی بده یه جوابی میده قشنگ. سوگنگ نامدار، یکی از یکی از یوتیوبرهای پرطرفدار ایرانی است قربان شما، که در حوزه مختلف فعالیت میکند. او در سال 1364 در تهران به دنیا اومده است. دقیقاً درست میگی. و تحصیلات خود را در رشته مهندس صنایع، این تیکر داری اشتباه میگی، از دانشگاه علم و صنعت ایران به پایان رسانده است. اوکی سوگنگ نامدار، منظور سوگنگ نامدار سوگنگی که خیلی اسم و رسم داره و خیلی اسم و اینا در کرده خودش. از سال 2016 با شروع فعالیت در یوتیوب شهرت و محبوبیت زیادی کسب کرده است. همینطوره ویدیوهای او در حوزه‌های مختلف مانند داشته باش آرایش، مد و فشن، زیبایی، طبخ، غذا و موضوعاتی مانند خنده‌دار و تفریحی با استقبال بسیاری و بازخورد خوبی از طرف مخاطبان او روبرو شده است. دقیقا همینطوره. او همچنین در شبکه‌های اجتماعی مختلفی مانند اینستاگرام و توییتر فعالیت دارد. تلگرام هم همینطور. و با داشتن پروفایل‌های متعدد در این شبکه‌ها با علاقه‌مندان به فعالیت‌های او در ارتباط است. اصلا اینطور نبود، کاملا اشتباه بود. وا پسرم از این ویدیو امیدوارم لذت برده باشید. چنل تلگرام من داخل دیسکریپشن هست روی صفحه میاد، حتما دنبال بکنید. قراره با همدیگه کلی ویدیو بگیریم با حرکات مختلف. یهو چنل رو باز می‌کنم بهتون میگم که کامنت بذارید، یهو یه چی میگم که فقط مخصوص بچه‌های تلگرام، واسه همین حتما جوین بشید. دوستتون دارم، دمتون گرم، آتیشو میبینمتون تا بعد. مراقب خودتون باشید. بابای بابای.